رسانه‌های حکومتی خبر دادن که امیر عبداللهیان وزیر خارجه آخوندرئیسی در تماس با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی نقش سازنده سپاه در امنیت منطقه شده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مهدی نوبری از بلژیک. سلام می‌کنیم به شما آقای نوبری و خیلی خوشحالیم که شما رو همراه خودمون داریم. با سلام خدمت شما و تمام دستندرکاران سیمای آزادی، خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین. خب در مورد این سوال اجازه بدید که من اول در رابطه با عبداللهیان مدعی شده برای من یک اشاره کوچیکی هم بکنم به این موضوع که این اتفاقی که ازش صحبت کردیم و این ادعایی که امیر عبداللهیان کرده در همون روزهای صورت گرفته که پارلمان اروپا قطعنامه ای رو با خواست قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی تصویب کرد. به نظر شما خبر چنین تماس تلفنی تقریبا همزمان با این قطعنامه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ بله، خب این ادعا خیلی ادعای بسیار خندداریه، به خاطر اینکه خب ما چرخش های بسیار مهمی و در سیاست های نمایندگان پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا در حال دیدنش هستیم. این سالیانه که رژیم به دول اروپایی توصیه میکنه که یک ادامه به قول معروف خط بی‌تفاوتی علیه رژیم رو پیگیری کنن، یعنی همون که مماشاتگران در حال اجراش هستن. ولی خب این واقعی که در هفته اکتبر اتفاق افتاد و جنگ افروزی رژیم رو بیشتر و بیشتر بر صحنه سیاست جهانی انعکاس داد، خب تغییرات بسیار ویژه‌ای و ما در حال نگرش هستیم. البته قبل از اینکه به این سوال برگردیم، من خواستم فقط در مورد ماهیت این سپاه پاسداران کمی اولش توضیح کوچیکی بدم. اینکه خب این سپاه همونطور که در اساسنامه‌ش هم که خودتون شاید بهتر بدونید یا بینندگان بدونن، در مورد این هستش که فقط بتونه حفاظت کنه از رژیم و نظام ولایت فقیه و ولی فقیهش و تشکیلاتی هستش مانند تشکیلات اس اس نازی که فقط در خدمت رهبرشون بوده. خب در بعد از پایان جنگ تحمیلی با عراق، خب ادامه حیاتش با چند پروژه مهم و پایه‌ای بود که پروژه سازندگی و پروژه توسعه تسلیحاتیش و همچنین پروژه سرکوب و پروژه های برومرزی، یعنی سپاه قدس. ما به اینجا الان برمیگردیم که سپاه قدس با بیش از 20 گروه نیابتی داره در حال ادامه گسترش جنگ افروزی هستش. خب اینها استراتژی ولی فقیه برای کنترل خودش بر اقتصاد ایران و سرکوب و بحرانسازی و جنگ افروزی است. ولی خب ببینید، این اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم بعد از 7 اکتبر علی خصوص و همچنین نیمه های آوریل، یک چرخش بسیار مهمی و ما در اروپا و آمریکا شاهدش هستیم که میتونیم در نشونه کوچکشو در مورد قطعنامه های هستش که در آمریکا و اروپا صادر شد. این قطعنامه ها به باور من در درجه اول یک گام بسیار مهم و اساسی در علیه سیاست مماشات، یعنی به شکست سیاست مماشاتش هستش. خب ما بایستی این رو بدونیم که این قطعنامه ها حاصل فعالیت های مستمر اعضای سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت هستش و همچنین اشرف نشان ها و همچنین حامیان سیاسی شورای ملی مقاومت که فعالیت های زیادی کردن تا بتونیم اروپا رو به این منطقه، به این مرحله برسونیم، یا آمریکا رو. خب شما شاخصش هم همین
صحنه‌هایی بود که در صحن علنی دبات در پارلمان اروپا مقابل آقای بورل دیدیم، در حین مصاحبهشون بسیار خوب نماینده بلژیک آقای وروفستاد بسیار بسیار ویژه و خیلی صریح از آقای بورل بازخواست کردن از مماشاتشون با رژیم ایران. خب اینها خود به خودی نیست، اینها یک دیپلماسی انقلابیه که سازمان داره ادامه میده، یک مقاومت ریشه داریه که در که با خون 120 هزار شهید آزادی در پشت خودش داره. خب ما به نظر من به صورت اگه بخوام در رابطه با قطعنامه بلژیکی چیز کوچولی رو به شما فقط در این مسئله اضافه کنم، اینه که ما چرخش های زیادی رو میبینیم که داره فراگیر میشه. از چرخش های بسیار مهم در سنای بلژیک، قطعنامه سنای بلژیک این بودش که این قطعنامه توسط تمام احزاب دولت ائتلافی بلژیک اجرا شد و رأی اعتماد گرفت. خب معمولا خیلی از قطعنامه ها از طرف اپوزیسیون ها اعلام میشه، ولی این دفعه احزابی که در داخل این دولت ائتلافی ویوالدی بودن اینو اجرا کردن، اینو تصویب کردن و من فکر میکنم یک چرخش بسیار مهمی در سیاست های مماشاتگران اینجا هستش. به هر صورت شما میدونید همین گروه ها، همین احزاب دولتی بلژیک چه معامله شرم‌آوری رو با ایران در مورد اسدی انجام دادن. خب به هر صورت ما این مسئله رو من اینطور متوجه میشم که اتحادیه اروپا راه فرارش داره کم و کمتر میشه. این قطعنامه ها چه در بلژیک و چه در پارلمان اروپا بسیار پیام مهمی و دلایل مهمی و دلایل مهمی و مقابل اتحادیه اروپا گذاشتن تا راه فرار بورل و سیاستگزاران مماشاتگر رو ببندن. یکی از این دلایل به نظر من خب جنگ افروزی خامنه ای و بحران سازیش در منطقه است که فقط توسط سپاه اجرا میشه و توسط به قول معروف اون نیروهای نیابتیش. آنها از پهپادها و نیابتیاشون بسیار بسیار بالا در حال بهره برداری هستند. همچنین دومین عامل و دومین دلیلی که خیلی به نظر من زیرکانه و خیلی خوب ارائه شد که راه این مماشاتگران رو ببنده تا لیستگذاری سپاه میسرتر بشه، عملیات تروریستی برون مرزی رژیم خامنه ای بود که یک نمونش یا جدیدترین نمونش حمله به یار مقاومت، آقای حمله تروریستی به یار مقاومت آقای ویدال کوادراس بودش که در واکنش های بسیار بالایی هم در مطبوعات و محافل سیاسی و محافل مطبوعاتی به همراه داشته. به هر صورت این مؤلفه ها و این مدارک واقعی فشار مضاعفی رو بدونید که روی سیاست گذاران اهمال میکنه و ما نتیجه شو یک گوشه ای از این اهمال فشار اینو میتونیم ببینیم که واکنش آقای نخست وزیر بلژیک آقای دوکرو و وزیر خارجه بلژیک رو داشتیم در هفته های پیش در نشست های اورژانس اتحادیه اروپا که اونها بعد از قطعنامه سنای بلژیک و پارلمان اروپا به خبرنگاران در مقابل خبرنگاران اونها با تمام فشارهایی که بهشون بود گفتن که خب اونها در حال بازنگری هستن که در دستور ریسک‌گذاری سپاه پاسداران رو در دستور کارشون قرار بدن. خب من اینطوری میتونم نتیجه گیری کنم که فشارهای سیاسی مضاعف یعنی همین قطعنامه ها راهگشا هستند و برای به جا گذاشتن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا ما انشالله حتما و حتما میتونیم
سیاست مماشات رو به شکست برسونیم و این قطعنامه ها برای ما بسیار بسیار راهگشا هستند. بله خیلی ممنون. اینطور که شما اشاره کردید در واقع هر کدوم از این قطعنامه دست همه یاران و اقامت و فعالان و اقامت و همه کسانی که خواهان جلوگیری از ادامه سیاست مماشات هستند رو پرتر و پرتر میکنه و این فشاری که داره ساخته میشه بر علیه این سیاست مماشات که اونها مجبور هستن بالاخره در نهایت در مقابلش سرخم کنن اگر اینکه این فشار همچنان افزایش پیدا کنه. سپاسگزاریم از حضورتون آقای نوبری و از همه تلاش‌ها و فعالیتاتون در اونجا و به همه دوستانی هم که همراه شما در فعالیت شرکت دارن هم خدا قوت میگیم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.